سلام به روی ماهتون دوستای نازنینم، امروز اومدم با یه آموزش دیگه، آموزش ترچین مرغ. مرغ و سینه مرغ با یه دونه رون مرغ و من گذاشتم تا با پیاز و سیر و نمک و فلفل و زردچوبه آب پز بشم. دوستای گلم، برنجی رو که از 2 ساعت قبل خیس کرده بودم ریختم داخل آب که آب کشش کنم. برنج کاملا نمیپزمش، یکم زنده تر برش میدارم تا موقع دم کشیدن ترچین خوشگل تری بتونم ازش در بیارم. زرشکم و با روغن و نصف قاشق غذاخوری شکر تفته شده. دوستای گلم، من مرغو که گذاشتم آب پز شد ریش ریشش کردم، برنجمو آب کش کردم، زرشکم هم سرخ کردم. الان میگم که مواد با هم دیگه ترکیب کنم. به ازای هر پیمانه برنج من یه دونه تخم مرغ گذاشتم، 6 تخم مرغ گذاشتم، 4 تاشو زرده، 2 تاشم زرد و سفید با هم دیگه قاطی کردم، به خاطر اینکه انسجام برنجمو خیلی زیاد میکنه و باعث میشه که برنجم کاملا به هم بچسبه. یه کمی رو زرد و سفید رو با هم میزنم تا از لستگی در بیاد. تو این مرحله ماست هم بهش اضافه میکنم. به ازای هر پیمانه برنجتون 2 قاشق غذاخوری ماست اضافه کنیم. من 10 قاشق غذاخوری ماست دارم اضافه میکنم به تخم. زعفرون دم کردم هم تو این مرحله به مواد هم اضافه میکنم. هر چقدر دوست دارید زعفرون اضافه کنید. هم این غذا به زعفرونه، هر چی زعفرونتون بیشتر باشه، یعنی به اندازه ای باشه که برنجتون رو خوش عطر بکنه، غذاتون خوشمزه میشه. پس از زعفرون غافل نشید. توی این مرحله من بهش نمک و فلفل هم اضافه کنم. کاملا هم بزنید تا مایه یه دستی به دست بیارید. یکم کره آب شدن توی مرحله به موادتون اضافه کنید. موادم رو داخل یه ظرف بزرگتر میریزم که بتونم برنجم راحت اضافه کنم بهش. برنج رو کم کم به موادم اضافه میکنم. حواستون باشه برنج داغ نباشه وقتی دارید توی مواد میریزید، به خاطر اینکه اگر خیلی داغ بریزید داخل مواد احتمالی که تخم مرغتون حین مخلوط کردن پخته بشه خیلی زیاده. حالت مایه برنجتون از بین میره و تخم مرغ سوخته میشه و خیلی حالت بدی داره. خیلی مراقب باشید که برنج خنک نشه بعد از اضافه کردن. برنج هم حتما کم کم اضافه کنید تا کاملا موادتون به خورد برنج برسه.
تو قالبم رو کاملا چربش کردم که همه جای قالب به روغن آغشته بشه. خیلی مراقب باشید، اگر یه قسمتی از قالبتو چرب نشه، موقعی که میخواین که تچیلتون رو برگردونیم همون قسمت میچسبه و در نمیاد. خیلی مراقب باشید و حتما همه قسمت های قالبتون رو چک بکنید که چرب شده باشه. ببینید چقدر تاکید میکنم که حتما قالبتون کاملا چرب شده باشه. موادم بگیم یک مقدار از سرچی رو میریزم کفه قالب. گوشتا رو روی مایه ترچی نمیریزم. خیلی لبه های کار قالبتون سعی کنید که از گوشت نریزید، احتمال داره که دو تیکه بشه و موقعی که میخواییم برش بزنیم وابره. سعی کنیم با فاصله گوشت رو پخش کنیم روی پودر پسته. ببینیم من پسته رو پودرش کردم چون طعم بی نظیر اینجوری به غذا میده. بعضی ها پسته رو همونجوری درشت میزنن داخله یا خلال پسته میریزن، ولی پودر پسته هم واقعا غذاتون خوشمزه تر و راحت تر پخته میشه داخل غذاتون. و خلال باز دارچین یه مقدار دارچین هم رو غذا خسرت زرشگاهی که با شکر پرده هر چقدر دوست داشتید زرش بریدید دسته به زایقه خودتون داری که میخوام خیلی زرش داشته باشه. بعض زرش کسی ندارن داخل تچیشون، همه رو ساده دوست دارم بردن. تچینم رو خیلی آهسته روی موادم میزنم. ببین هول ندید، همینجوری خیلی آروم و آهسته. بخاطر اینکه ترکیب مواد لایه موادی که بین تچیرتون گذاشتید از بین نره، خیلی آروم و آهسته این مرحله انجام بدید. یه نقدر کره روی موازتون بدوش. قالبم رو با تلفن روشو پوشوندم، میذارم داخل فر از قبل گرم شده با درجه 180 به مدت 40 دقیقه میذارم تا پخته بشه و برنجم دم بکشه.